با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میکنم. دکتر سیاوش هستم، سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوشحالم باشید آقای میبودی. تشکر میکنم، خوشحالم سر شما. دکتر عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. امنیت من در اونجا به خطر افتاد. چه اختلافی سر چی بود؟ خب به هر حال اینا سپاه پاسداران بودن و اینها دیگه رفیق دوست اگه یادتون باشه اینا اومدن اون موقع جریان لبنان شد و حمله اسرائیل خمینی یک سری نیرو سپاهی فرستاد اینا وقتی اومدن اونجا دیگه امنیت ما به هم خورد در لبنان و اینا من مجبور شدم اونجا ترک کنم. تنها بودید یا کسان دیگه این با شما بودن؟ نه ما از ایران که خارج شدیم من با احسان با هم خارج شدیم. با احسان؟ بله با احسان. کجا رفتی چه مسیری؟ با اون موقع با مدارک جعلی که درست کردیم پرواز کردیم رفتیم دمشق. از دمشق رفتیم بیروت، بیروت بودیم بعد یک هفته 10 روز احسان گفت من ترجیح میدم برم به پاریس، اومد به پاریس و من در بیروت موندم چون موقع ما فهم کردیم که الان ما یه سال دو سال درس بخونیم اینجا فرد آخوندا میگفتن میره دیگه یادتون میشه سال 60 اینا بود دیگه این ما وایساد اونجا تا اون که بعدن وقتی که سپاه پاسداران اومد در منطقه که پاریس بله احسان وقتی که من رسیدم من زبان فرانسه نمیدونستم چون انگلیسی خب به هر حال مدرسه خوندم زبان فرانسه نمیدونستم وقتی وارد پاریس شدیم شما میدونید آدم سعی میکنه زبون یاد بگیره مثلا اینکه وقتی چیز شد زبان عربی یاد گرفته بودم اونجا خودم من هیچ چیزا رو میخوندم از جمله روی سکه های فرانسوی که شما پاریس داشتین میدونید روی سکه های فرانسوی دیدم جدا از این که نوشته مثلا 10 سانتیم 20 سانتیم یه فرانک دو فرانک یک سه تا کلمه دورش نوشته خوندم دیدم نوشته لیبرته اگالیته فراترنیته آزادی برابری برادری گفتم احسان چی آزادی برام گفت آره حالا جوان 21 دو ساله من همونجا یهو تمام این جهانی که شریعتی برای من ساخته بود فرو ریخت آزاد. چون آقای میبودی شریعتی یه بار دیگه ما مثلا بعد از زورا بود بعد زختا بیکار بودیم از دبیرستان بعد ساز مثلا به شریعتی رو شیفتگی پیدا کرده بودی شما مثل اکثریت مردم ایران در اون موقع که آگاهی نداشتیم بله بله و من میدونید که من بنیانگذار ارشاد بودم در ایران نشریه ارشاد سردبیرش من بودم قبل از اینکه وزارت اطلاعات بشه وزارت ارشاد توسط دکتر ناصر میناچی مسئول ارشاد من بودم اصلا و روزنامه ارشاد منتشر می‌کردم و اینا و واقعا دوستانم مهر می‌ورزیدم استرام و ولی می‌خوام اینو از شما می‌بودی شریعتی یک روزی که من خونه پدر ایشون بودیم و اینها اون موقع من خیلی نوجوانم بودم از خواب که بیدار شد اومد تو اتاق پدرش نشست که بعد دو سه ساعت بعد مثلا افراد مثل خامنه ای حجازی اینا شبا میومدن تو خونه جلسه می‌ذاشتن چون میگه یه شریعتی وقت من نشست به من شروع کرد صحبت کرد گفت دیشب خواب بودم و یا از خواب بیدار شدم رفتم پشت میز نشستم آزادی برابری برادری و تا صبح روی این کاغذ نگاه کردم همین گفتم ای عجب دکتر شعار جالبیه گفت آره دیشب همینطور که دکتر متینی میگفت یعنی یه جوری با ما حرف زد با من زن که این دیشب به من وحی شده حالا منم که نه اومدم فرانسه و یه جوونی که هنوز داره درس میخونه اصلا اطلاعات داریم داشتیم اطلاعات مذهبی اطلاعات غربی نداشتیم که اصلا کارل مارکس گفته دین دولت سرمایه ایشون اومده دین دولت سرمایه کرده تیغ ترا تسبیح این وقتی گفت بعد شب هم شد یک عده افراد اومدن آقای هاشمی نژاد مثلا دایی بمدلی ابتهی و یه عده اومدن تو اومدن تو خونه این صحبتی که من عرض میکنم بعدن نوار شد چون اونجا ما یک شاسیر میزدیم نوار صحبت ها رو ضبط میشد که بعد توضیح میشد بعد بعدن هم توی مجموع آثار شماره 10 دکتر شریعتی این که میخوام عرض بکنم اومد که گفت آره آزادی برابری برادری بعد وقتی من اومدم پاریس دیدم این شعاری بوده که علی شریعتی که درس میخونده توی پاریس تو تحصیل میکرده هر روز روی سکه های پول میدیده بر شما پاریس بودین دیدین بر سردر تمامی مدارس پاریس نوشته آزادی لیبرت ایگالیت فراترنیته اصلا این شعار انقلاب فرانسه است و شعار فراماسونری جهانی آزادی برابری برادری که از 200 سال پیش هم بوده ببینید میاد با دروغ آقای میبودی به من میگه این به من وحی شده به جایی که بگه آقا من اینو تو پاریس یاد گرفتم اومدم دادم به شما میدم دیگه بعد شما بقیه رو بگیرید آقای میبودی تا به امروز که بعد همین که ادعای پیغمبر کرد من در این کتاب فریب بزرگ که مطالعه‌اش هم رایگان irshad.com میتونن دوستان برام بخونن در اسناد دیگه آدم این کتابی که خانم پوران شریعت رضوی نوشتن چند سال پیش البته منتشر شده جلد اولش چند سال من به اینم اشاره کردم پوران خانم که من خدمتشون به هر حال ارادت دارم ایشون میدونید که آقای میبودی پوران شریعت رضوی که برادر آذر شریعت رضوی خواهر آذر شریعت رضوی میدونید که نخیر از بچه‌ای که تو دانشگاه کشته شدن 18 آذر
آذر شریعت رضوی ما داشتیم دیگه، خواهر پوران خانمه. بعد که شریعتی علاقمند میشه به پوران خانم به خاطر جریان خانوادگی ایشون، چون ایشون خواهر آذره که به اصطلاح شهید دانشگاه بوده در 16 آذر، در 16 آذر. و بعد دوتا با هم پاریس درس خوندن. اینا دکتر متینی هم میدونه، البته دری که من خودم دارم میگم شریعتی آدم بازوق و با استعداد چک نیست، ولی ببینید وقتی که طرح تز دکترای این دوتا رو میخوان تصفیه بکنن رأی بدن، شریعتی کتاب فضائل برخ رو ترجمه میکنه به فرانسوی میده، چون فضائل برخ در همون هاجیولوژی که درس خونده بودی میخونه دیگه، هاجیولوژی یعنی حاجی شناسی، یعنی مقدس شناسی. اینم مقدسای بلخ رو اسماشون و لیستشون رو ترجمه میکنه و میده به اونجا، میشه تز دکتراش. به هیچ عنوان دوستان و یاران مهربان، علی شریعتی البته مسئله نیست، حافظ و فردوسی رودکی هم دکترا نداشتن، ولی میدونی اصلا جامعه شناسی نخونده. دروغ دیگه که خود شریعتی با خط خودش نوشته توی گفتگوهای تنهایی شماره 36 چاپ شده، میمیسای میبودی که من در پاریس، خودش یعنی نه که بگیم پسرش برادرش، میگه من در پاریس جامعه شناسی، تاریخ ادیان، و یکی دیگه میگه تاریخ تمدن، میگه سه تا دکترا گرفتم. با اینکه دکتر متینی روی قضیه تحقیق کرد، ایشون فقط به زور، اونم از شما پاریس بودین میدونین که انستیتوت دوت زتوت اوت زتوت یعنی مطالعات عالیه، یه جریانی که شما میتونید مکاتبی هم مدرک بگیرید. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. آدرس جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.